یه ترانه بوی دریا، یه ستاره توی ایوون، یه نفس هوای خونه، یه اذان صدای بارون. من شروع خاطراتم از همون کاسه آبه، زنده میشه باز دوباره، مثل شیرینی خوابه. وقتی که دلم میگیره از تو پنجره نگام کن، با نگاهت پشت شیشه از ته دلت دام کن، دست تو بذار رو قلبم، بذار قلبم جون بگیره، یه نفس بده به ابرام، که شاید بارون بگیره. مثل شیرینی خوابه، مثل گل لای کتابه، لحظه لحظه توی حرفام یادی از عطر گلابه. کوچه باغ بچگی هم بوی کاگل روی دیوار، زنده میشن همه این بار توی لحظه های دیدار. به نام خدا. باغلار باقی، گنجنامه، تاق بستان، 33 پل، زاینده رود، خطه سرسبز شمال، سواحل زیبای خلیج همیشه فارس، خیلی جاهای دیگه هستن که فقط اسم و موقعیت جغرافیایی نیستن، جایی هستن که آدم وقتی اونها رو توی ذهنش به تصویر میکشه، دلش پر میکشه به خاک خوب، به خاک وطن، به ایران. از ایران، تهران، فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه، با لحظه دیداری دیگر همراه شما هستیم. سلام. هر سال اومدم. شما هم اهل اصفهان هستی؟ من خودم متولد آبادانم، ولی پدر مادرم اهل اصفهان هستن. چقدر خوشحالم که تو برنامه لحظه دیدار واقعا میتونم شماها رو ببینم با دلم، با چشم دلم، و بهتون سلام عرض بکنم. امیدوارم که شما هم جواب سلام منو پاسخ داشته باشیم براش، و منو از اینکه میتونم به طریقه کانال جامع جمع برنامه لحظه دیدار در خدمتتون باشم بپذیریم. من پروین امینپور هستم. سالیان سال در خارج از ایران زندگی کردم و الان مدت هاست که در رفت آمدم. به امریکا میرم، به کانادا میرم، و چون که فرزندانم اونجا هستن و بیشتر دوست دارم که در ایران باشم، به خاطر همینم یه طوری تقسیم کردم که روزهای خوش زندگی رو در ایران بگذرونم و میام ایران و در محیطی که خودم دوست دارم ساختم، با اینکه محیط کوچیکیه و کلبه درویشیه، در اونجا باشم و زندگی کنم برای خودم. به خاطر همینم به ایران میام. منزل من تو فردیس کرجه. الان فردیس یه شهرستان شده، کرج استان شده، به نام استان البرز. بسیار بزرگ شده، بسیار پیشرفت کرده، انقدر زیاد پیشرفت کرده که واقعا با شهرستان‌های بزرگ دیگه برابری میکنه. الان من اونجا زندگی میکنم. خونه من که گفتم بهتون یه کلبه درویشی اونجاست، اما در اطراف کرج و فردیس همون باغا با همون زیبایی‌ها، با همون درختاش هنوز هستن.
امیدوارم که همتون یه روز بیاین اینجا، همه برین اون باغا رو ببینین، اونجا میوه بکنین بخورین. الان جلوی در خیلی از این باغا تو کوچه های فردیس میوه‌ای که از درخت ها کندن به قول معروف از تولید به مصرف فروخته میشه. خیلی جالبه، خیلی دیدنیه اون میوه ها، خیلی دیدنیه اون نونا، نونوایی هایی که در اطراف هست خیلی جالبن. یه صفا و صمیمیت خاصی در بین مردمش هست که بی‌قلقشه، با صداقتن و خیلی دوست دارم که شما هم یه روز بیاین. شاید خیلی از شما ها اطراف کرج یا متفرد کرج باشین، متفرد فردیس باشین الان اونجا هستین و انشالله که شما هم بیاین همینجا از اون میوه هایی که دم باغا میذارن تون سینیا بخرید. این از همون میوه‌ای که دم باغا میذارن میفروشن. طعمش خیلی فرق بکنه. من فکر میکنم میوه‌های خارج همش با من غریب است. هیچ کدومش طعم و مزه که میخوام و نداره. اینو جدی میگم. برای اینکه خب سالیان ساله. ولی شما این شلیل رو میبینین، این اصلا یه طعم دیگه داره. خیلی خوشمزه است. کاش میتونستم به هر کدومتون این شلیل بهتون بدم. من سعی میکنم که تو ماه مبارک رمضان حتما در ایران باشم. همین الان 5 ماه بود نبودم و تمام تلاشم رو کردم. شاید 2-3 بار بلیطم رو عوض کردم ولی برای ماه مبارک رمضان خودم رو رسوندم. این ماه رو خیلی دوست دارم و این ماه برای من با 11 ماه دیگه واقعا فرق بکنه. شاید اینطوری بهتون بگم که سلطان ماه‌های سال هستش و خیلی دلم میخواد که برم تبریز و میرمم تبریز. در اونجا دوستانی دارم، فامیل دارم و میرم میبینمشون. بعد از سفرهایی که دارم در وقتی میام ایران حتما دوست دارم به مشهد مقدس میرم و به خصوص برای نماز عید فطر رو اونجا میرم میخونم. خیلی دوست دارم بعد از 30 روز نمازم رو اونجا بخونم. بسیار با عظمته، بسیار با شکوهه، یه حال و هوای دیگه ای داره وقتی که با شاید میلیون ها نفر دست رو بلند میکنیم برای قنوت نماز عید فطر. اللهم اهل الكبرياء والعظمة و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. مهم اینه که عشق رو در اینجا پیدا میکنم. عشق به همه چی، عشق به انسانها، عشق به جوب باریک خیابونها، عشق به برگای ریخته کنار خیابونها. هر چی که فکر کنین، بوی گل سرخش یه جوری دیگه است، گلای بنفشش هم یه جوری دیگه است، همه چیزش یه جوری دیگه است. خیلی دوست دارم ایرانو، خیلی دوست دارم ایرانو. من تبریزیم، تبریزو خیلی دوست دارم. توی میدون شهربانیش به دنیا آمدم، توی کوچه و پدر مادرم هم تو ششکیلان میشستن. کوچه آشم دوست دارم، خیلی دوست دارم تبریزو. باغلار باغشو دوست دارم، ایل گلی رو دوست دارم، مقبرت و شعرها رو دوست دارم و همه اینا رو میرم و همه اینا رو میبینم.
نور خورشید در پنجره کوچک تیاره می‌رقصد، مرا می‌خواند، دوری راه می‌داند، مرغ تنهایی در اوج بلندی به سوی سرزمین پرشکوهی به نام ایران در پرواز است. کوه دماوند میبالد به سر غربت، با دو پا قصد فرار دارد. چقدر زیارت معطر است، چه نگاهی بیقرار دارد. آهنگ دلم غزلی میخواند، کوچه باقی نجوای شمیم گلهای یاس و رازوی به سبزی درختان بلند قابت لبخند میزند. چه نردبان لطیفی است ساقه یاس. ایران سلام. دلتون برای محلتون تنگ شده؟ اون خاطرات گذشته و اون احساسات. چند سال اولی که من اومدم بیشتر اومدم که شاید خیلی شنیده باشین که اونایی که بعد از مدت ها به ایران میان، تپش قلب خود به خود در اثر اون واکنش هایی که از اعصاب واقعا در بدن حرکت بکنه، ضربان قلب خیلی زیاد میشه. مطمئنه منم این حالت رو داشتم وقتی که وارد فرودگاه شدم. فکر میکردم همه رو میشناسم، هیچ کس غریبه نیست، نگهبان، پلیس، همه رو میشناختم. به همه وقتی نگاه میکردم واقعا فکر میکردم اینا همهشون فامیلای خودم هست، اینقدر برام آشنا بود همه چیز. و وقتی که آمدم فکر میکردم که خب دیگه پامو محکم روی زمین میتونم بذارم، چون من در خارج هیچ وقت پامو محکم رو زمین نمیذارم، چون میگم این زمین مال من نیست. ولی وقتی به ایران آمدم دیگه پامو محکم میذاشتم، گفتم اینجا مال منه، اینجا مملکت منه، من اینجا محکم میتونم راه برم. و محکم راه میرفتم. وقتی که آمدم در تمام فضا و در تمام لحظات، اون موقع که من آمدم فرودگاه مهرآباد بود، هنوز فرودگاه امام خمینی درست نشده بود، تمام نشده بود، و در اونجا به استقبالم اومده بودن، حتی شاید برای من گلم آورده بودن، سبد گل آورده بودن که دستشون درد نکنه. ولی فقط میدونم این احساس رو خیلی از شماها داشتید، ولی امیدوارم اونایی که نداشتن هم به این لحظه ها برسن، لحظه دیدارشون. بس سفارش های زیادی که بیدم من در مسافرت هایی که میرم، الحمدلله همه هم موبایل بالاخره داریم دیگه، یه جورایی از همونجا بهشون زنگ میزنم، اینجا ببین الان من اینجا هم، الان اینجا اینطوریه، اینقدر خونه شده یا اینطوری شده، یا جایی که میری برامون همون سوغاتی های اونجا رو بیار، که معمولا من این کار رو میکنم. و از هر جایی دقیقاً با ویژگی اونجا براشون اگه چیزی بخوام براشون میبرم. و خیلی دلم میخواد، بازم آرزو میکنم. شاید امروز برای من درسته که برنامه‌ای که دارم توش حرف میزنم اسمش لحظه دیداره، ولی لحظه آرزوهای منه برای شما، برای همه هموطنهای عزیزم که در خارجن و تا حالا نیومدن، نتونستم بیان. انشالله همه تون بیان و آرزو میکنم که
هر چی که خودتون دوست دارین بیاین. و یه چیز دیگه هم، بعضی ها هستن که با هم میگن تو مراسم مذهبی به ما زنگ بزن که ما دقیقاً در اون لحظه ها قرار بگیریم، و من این کارو میکنم، تلفن رو میگیرم و بعد اونا رو در اون فضایی که خودم دارم و داشت زندگی میکنم، اون فضای روحانی، حالا هر چی باشه، یه ربنای افطار باشه فرق نمیکنه، یا مراسمی داشته باشم، اونجا قرار میدم. خیلی خوشحال میشن. امیدوارم که برای همتون این کارو بتونم بکنم. خودتون بیاین. آرزو میکنم. دوستتون دارم. سفره با هم نشستنه و اینو خیلی دوست دارم، ولی باور کنید اینو در خارج از ایران خیلی به سختی میتونم مهارش بکنم، چون یه جورایی ساعتهای کار همه با هم نمیخونه، خیلی کم پیش میاد. البته بازم سعی میکنیم. یکم این که شما ازتون خواهش میکنم سعی کنین اینو داشته باشین، یعنی مجبور کنین که بچه ها با کسای دیگه و خودتون سر یه سفره بشینیم با هم غذا بخوریم. من امروز یه خود قرمه سبزی درست کردم با باقالی پلو. باقالیاش هم راستش رو بخواین خودم درست نکردم، من خارج بودم برام حاضر کردن، چون الان فصل باقالی نیست. و بعد سبزی خوردن مال کرج، اگه دوست داشته باشین میتونم تعارف کنم بهتون. بعد دیگه واسه تون بگم که این قرمه سبزی هم که مال ایران بود. بعد دیگه خیلی سفره جمع جور و زیاد همچین شاهانه است. البته کوکوی بادمجونم درست کردم. بعد خیلی چیزی که برام میخوام دوست داشته باشم ببینین شماها، این خیارشور رو گذاشتم با ترکون فرابون، خیلی مزه خوبی میده. من مادرم هم خیارشور درست میکردم و این الان دقیقاً مزه خیارشورایی بود که مادرم درست میکنه. و اینم ترشی که اینجا گذاشتم، ترشی میوه است، تمامش رو از همون میوه اون در باغهای کرج که بهتون گفتم اونا رو خورد کردم، خیلی خوشمزه شده. جاتون خالی. من انشالله که برای همه تون این غذاها رو بپزم و این ترشی رو بدم بخوری. امیدوارم اونایی که در خارج هستن به زودی بتونن سر سفره پدر مادرها یا پدر بزرگها و مادر بزرگها بشینن و از همین غذاهای ایرانی با تمام مواد اولیه‌ای که در ایران با دست کارگر ایرانی، دست کشاورز ایرانی درست میشه، پرورش پیدا میکنه، میل بکنن و نوش جونشون باشه. حالا شما چطور؟ خیلی. من به دنیا اومده در اصفهان هستم، بزرگ شده اهواز. بزرگ شده اهواز. دلتون برای اهواز و کوچه پس کوچه‌اش تنگ میشه؟ میگه میشه نشه. خاطرات کودکی. درسته. ان شاء الله چند وقت هستید برنامه‌ریزی که جای تشریف ببرید؟ من وقت بیام بیشتر پیش خانواده میمونم. ایران رو به اندازه کافی گشتم. دلتون حالا که ایران رو به قول معروف گشتید، دلتون بیشتر برای کجای ایران تنگ میشه؟ همه جا. همه جا. خوش باشید. خیلی خوشحال شدم که از طریق این دوربین، یعنی برنامه لحظه دیدار، چند دقایقی رو در خدمت شما بودیم و مهمان منازل شما شدیم. امیدوارم یه چیزی رو آرزو میکنم دوباره، که شما هم یه روزی بیایید و مهمان برنامه لحظه دیدار باشید. اما بر خودم واجب میدونم که حتما از عوامل برنامه و شبکه جامعه جمع بسیار سپاسگزاری کنم. این کمترین چیزیه که میتونم، حرفیه که میتونم بزنم. سپاسگزارم زحمت کشتن و به امید دیدار شما من بشینم شما رو نگاه کنم انشاءالله.